شما عزیزان، وقتتون بخیر. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدین. امروز قصد دارم به شما بگم که کلید جوانی در دست چه موادی است. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک و سابسکرایب کردن ما رو فراموش نکنید. سبزیجات از بروز بیماری‌های مزمن از قبیل بیماری‌های قلبی، چاقی، دیابت و بیماری‌های پوستی جلوگیری می‌کنند. همه ما در مورد خواص بی‌نظیر سبزیجات اطلاعاتی داریم، اما چیزی که امروز همه را نگران کرده وجود نیترات در سبزیجات است که خود عامل تمام بیماری هست. با این وجود هنوز هم سبزیجات به عنوان کلید جوانی محسوب می‌شوند. از خواص سبزیجات مختلف میتوان به تقویت سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از سرطان اشاره کرد. سبزی ها دارای انواع ویتامین و مواد معدنی هستند که برای سلامتی ما بسیار مفیدند. سبزیجات نارنجی مانند هویج و کدو تنبل بتاکاروتن دارند که از بدن در مقابل سرطان جلوگیری میکنند. سبزیجات برگ سبز مانند کرفس، اسفناج، بروکلی و جعفری دارای کاروتنوئیدها، ساپونین‌ها، لوتین و فلاوونوئیدها هستند که فیبر، فولاد و بتاکاروتن مورد نیاز بدن را فراهم کرده و به درمان بیماری ها کمک میکنند. سبزیجات قرمز رنگ مانند گوجه فرنگی، هندوانه و کلم بنفش دارای فیتوکمیکال ها هستند که میتواند از پوست بدن در برابر اشعه خورشید حفاظت کرده و همچنین باعث کارکرد بهتر غده پروستات شوند. اکثر سبزیجات دارای ویتامین C هستند که به پیشگیری از سرطان ها کمک میکنند. خواص سبزیجات مختلف. شوید. شوید برای سلامتی ما فواید زیادی دارد. از خواص سبزی شوید میتوان به کاهش اسپاسم‌های عضلانی کمر اشاره کرد. تخم شوید هم میتواند ناراحتی معده، بیخوابی و نفخ معده را رفع کند. تره. از خواص سبزی تره میتوان به کاهش فشار و کلسترول خون اشاره کرد. تره دارای پتاسیم بوده که ادرارآور است و میتواند سموم بدن را دفع کند. همچنین تره دارای منیزیم است که به جلوگیری از سرطان روده و پروستات و همچنین درمان سوء هاضمه کمک میکند. از خواص سبزی تره میتوان به کاهش سوزش معده و یبوست و بواسیر اشاره کرد. رفع ناراحتی‌های طحال، درمان نقرس و درد مفاصل، افزایش تمایلات جنسی و غیره از دیگر خواص تره می باشد. تربچه. از خواص سبزی تربچه می توان به درمان سرطان و پیشگیری از سلول‌های سرطانی اشاره کرد. تربچه خاصیت ضد عفونی کنندگی داشته و اشتها آور خوبی است. تربچه آنقدر مفید است که می تواند بدن را به یک دستگاه سالم تبدیل کند. تربچه دارای ویتامین C بوده که بیماری های دهان و پوسیدگی دندان ها را کاهش می دهد. برگ های تربچه از خود تربچه ویتامین C بیشتری دارند. تربچه دارای سدیم بوده و برای بیماران مبتلا به گاستر مفید و کسانی که سنگ کلیه و کیسه صفرا دارند بسیار مفید می باشد. ریحان. سبزی ریحان آرام بخش و خواب آور و ضد یبوست، ضد تشنج، رفع کننده سردردهای عصبی مانند میگرن و سرگیجه می باشد. برای تقویت اعصاب می توانید از ریحان استفاده کنید. همچنین ریحان شیر مادر و نشریده را افزایش می دهد. شاهی. سبزی شاهی محرک فعالیت های کلیه بوده و دارای ویتامین های آ و سی که جز آنتی اکسیدان های قوی هستن می باشند. شاهی قند خون و لکه های قهوه‌ای و ککومک رو کاهش می دهد. همچنین طبق اطلاعات به دست آمده شاهی چربی و کلسترول بد خون رو کاهش می دهد. برای دفع سنگ کیسه صفرا، مثانه و کلیه از خواص سبزی شاهی می توانید استفاده کنید. گشنیز. این سبزی طبیعت سردی دارد و بوی خوشایندی ندارد. چینی ها این سبزی را جعفری چینی می نامند. گشنیز فشار و قند خون را کاهش داده، آتش و تهوع را رفع می کند و مسکن خوبی است. تقویت کننده قلب، مغز و معده است. ضد اسپاسم، معرق و محرک اشتهاست و بهترین داروی کبد و طحال است. این سبزی جوش های پوستی و دهانی ناشی از گرمی غذاها را رفع کرده و تمایلات جنسی را ملایم می کند. مقدار زیاد آن خواب را پریشان، آلت ماینه را نامنظم و مصرف کننده را دچار گیجی، بیهستی و خامی عمیق می کند. نعنا.
مهمترین خاصیت درمانی نعنا اثر بخشی آن بر دردهای دستگاه گوارش شامل درد معده، روده، نفخ، دلپیچه، تهوع و اسهال است. برای این منظور کافی است 10 گرم از نعنای خوش شده را در 1 لیتر آب دم کرده یا از عرق نعنا استفاده کنید. نعنا علاوه بر مورد فوق اشتها برانگیز و نشادآور بوده و برای درمان سرماخوردگی، آنفولانزا، سرفه، ناراحتی‌های روحی و عصبی، بواسطه تپش قلب و سکسکه نیز مفید است. جعفری این سبزی سرشار از ویتامین و املاح معدنی مانند آهن، کلسیم و فسفر است. عادت ماهانه را تنظیم و خون را تصفیه می کند. همچنین روده ها را ضد عفونی می کند. مصرف جعفری به دلیل دارا بودن آهن، گیاهی در غذای روزانه افراد کم خون یا بچه هایی که روند رشد ضعیفی دارند توصیه می شود. این سبزی با شکن خوبی است و درد و پیچش شکم را رفع می کند. جعفری بیماری های کبدی، تنگی نفس و علائم یأس گزودست را رفع کرده و جویدن آن به رفع بوی بد دهان و گازهای تخمیری معده کمک می کند. مرسی که با من همراه بودید.